رایگان توضیح بدن، تحویل بدن. اجازه بدید من کیفمو در بیارم. بذار سریعتر. یه لحظه اجازه بدید بذار من کیفمو در بیارم دیگه. گل میکنه. خیلی خوب. سلام علیکم. سلام علیکم. احوالشون؟ سلام. نگاهی. باشه بود. تمام شب داشتم میکندم. یه تونل هم کندم. از قرار معلوم چند روزی هست که مشغوله. خانمی کی بود؟ اینم باهاشونه. از اداره خودشون نیومدن بالا سر کار؟ نه راستش. از نگهبانش چی شده؟ اتفاقا ما هم تعجب کردیم. تماس گرفتم با اداره جهانگردی پشت گوش انداختن. سریع زنگ زدم خدمت شما که تشریف بیارید. اینا رو باید کلونتری گزارشتم بنویس. همه چی کار افتاده دست زنا. آقا فری وقتی شما بری کنار میدونه که خالی کنید یه زن میخواد یا زیرخاکی بکشه بیرون. خاک بر سر من. برو سرش کن بیاد بریم. بله جا. دارن غارت میکنن. چی کار میکنه این اسکندر؟ میگم حاج آقا اون خانومه کی بود گرفتنش؟ میگن رماله. رمال بود؟ رمال واقعی؟ ببین گنجا که میخوان درارن. بله بله. مثلا تلسمه. بله بله. یکی میرن تلسم به شما. آه دیگه. یعنی تلسم هم بلد بود. بیشرفن اینا. به خدا بدنش اینو دست من. تو سرت به کار خودت باشه. آدم عصبانی میشدی. میراث کشور علکی نیست. کجا میبرنش؟ میراث کشور؟ اونا که نتونستن اصلا چیزی در نه خودشو کجا میبنن؟ خودشو هیچ. میرن یه تعهد میگیرن ولش میکنن میره دیگه. عجب. اصلا میبنن کلانتری دیگه. خودمون کلانتری میبنن. کلانتری؟ همین کلانتری منطقه. برای چی؟ نه مثلا بریم اونجا سفارش کنیم بیشرف حالا ول نکنم بالاخره. کلانتری منطقه. تو هم نمیخواست سفارش بکنی. بله. اینقدر خلاف زیاده که این توش گمه. بله الله اکبر. حالا هم دیر شده. سریع تر برو من برسون به دادگاه. فقط جسارتا دادگاه برای چی ها چاقا؟ من سر اون خون مصادره ای هنوز کارم گیره دیگه. شرمنده هم خدا. دشمن شرمنده باشه. تو که کاری نکردی که. اسکندر مسئله را شخصی کرد. شخصی یعنی چی؟ یعنی حب و بغضش آورد تو کار. الان من میدونم دیگه اون یه کاری کرد که بعد از من اونو گذاشتن اونجا. الان اون مسئول اداره است. آره دیگه الان اون مسئول دیگه. شرفی این اسکندر. فکر کنم بین شما دو نفر یه چیزایی بوده. چی بگم آجا؟ بگذاریم ولش کنیم. ببین اگه چیزی بوده من بگو دیگه. نه چی بوده آجا؟ آجا فقط من شما رو برسونم یه کار کوچیکی دارم برم انجام بدم. ماشین رو که نمیخوایم فعلا. من کار داشته باشم اما با ماشین خودم انجام میدم یا میدم یکی دیگه انجام بده. بله اصلا پرت جو بیت المال. اصلا بیت المال که برای کار شخصی آدم استفاده نمیکنه. چه خوب شد به من گفتین. بله. درس میگیرم. آفرین راه افتادی. چشمونه
شبنم موهای سیاهه. آخ ببخشید. دو تا چشمون سیاهه مثل شاشمان سیاهی های دو چشمه مثل دن دستای من های مسومه، از فول خود، ببنیش سرسیزم، سلام، عزیزم، خوی خانه بشیرم بلانجه نه دو تا استکانش چیه؟ میشورم با چه خبر؟ چی میکنی فر؟ سلامتی سلامت با باشی یه چی میخوای بایی؟ بو؟ روم نمیشه نه عزیزم راحت با هرچی دلت میخوای هیچ وقت هیچ چیه نلده دلت بمونه بو عزیزم گوش میکنم چی شده؟ ما خونه تو راخانی میشستی با تو همسایه بودیم من شما ندیدم اونجا زن آقای مروتپور بوده اون موقع دیگه بودین دیگه هم چند ساله زن آقای مروتپوره میگم چجوری شده که من شما ندیدم بچه قدر نمیقدر کجا میگم هم میگم چجوری شده که من شما ندیدم آخه این ما با آقای مروتپور زندگی نمیکردیم یعنی چی؟ شهرستان بیرون دیگه به خاطر کارش و حساسیت هایی که داشت به خاطر همین خونه تیمی و اینا ما گفت شما اینجا نیاید بهتره اینو میخواستی بپرسی؟ پس همون چرا آقای مروتپور دیگه خانمش هم فوت شده بوده و دیگه بچه کوچیک بالاخره یکی باید نگهداریشو میکرده دیگه شما رو گرفته شهرستان هم که نمیشه همچین بچه رو ول کنی و بیای قربونت برم من که پرستار بچه نیستم عزیز دلم این همتی رو طایفه داره آقا مروتپور آمو خاله برار خوار نه عزیزم یه چی در مدیه که احساس کردم آیم مناسبی هستم برای ادامه زنش قضیه من یه چی الهه دهیه این الهه ده چی؟ الهه ده هر چیز جداگانه سواگانه میگن الهه ده آره اینه قضیه بله یه جوری چی میخوای بایی؟ نه رو نمیشه دیگه به خدا نه با راحت بشه عزیزم به ظرفیت بالا اصلا هر سوالی میخوای نه من نمیشتستین شما حال فهم کنیم نه من اصلا نه اصلا ناراحت نمیشه بگو هرچی نل هیچی ده دلت ممونه بگو عزیزم چیه قضیه چیز سوال ده ذهنت اونو بگو شما زن اول آقای مروتپور دیده بودی؟ قربونت برم این محمد یه محل زندگی میکردیم مثلا جون ما درمه رفت بره هم دیگه من زد دوستش داشتم خدا بیامرز اونم خیلی من دوست داشت یه زنی بی خدا بیامرزش با خانواده هر انگشتش یه هنر انزق قشنگ یه چی بی حیف شد با عکسش میخوای بیارم سیل کنی؟ عکسش هم داری میگه ای عزیزم میگه روزی یه بار باش سلام علیک نکنم و یه فاتحه نثار روش نکنم مثلا نبینه زندگی کنه کاش که نمیرفت نه کی نمیرفت کی نمیرفت کاش الان بیش خب زود رو ای دنیا میگم اگه اون بودش که الان دیگه شما اینجا نبود شما رو نمیگرفتی که اگه بودش یعنی چی میگم اون خانوما اگه بودش که آقا مروتپور شما رو نمیگرفتی که چه حرفا میزنی به خدا آدم ای عزیزم هر کج را خواش یعنی دنیا وی بزرگی کی جای کسی دیگه نگرفته هر گلی بو خواشه داره عزیزم سر جامونم سر جاش نمیدونم منظورت چیه نمیفهمم دقیقاً من چه کار با او داشتم یا او چه کار با من داشت یا بی ولش کو کشوخم ولش کو اصلا ولش کو مهم و آقا مروتپور انزه تعریف میکنه از شوهرت من خیلی کمکم کردم ما یه بارم از دست ساواک من نجات ده خدا بله. خیرش بیا ان شاء الله ولی چه جوریشو برام تعریف نکرد شما معنی در جریان آره خبر مرگم دورش من منم نمیدونم اون موقع من مشهد بودم ولی بالاخره مرد خودشو میدونن دیگه راهش پیدا میکنن دیگه آقا مروتپور هم خدای این شوهرتو جونش در میره بره مردم خیلی نگران مردم همیشه یه سالی انقلاب گذشته بی سواک مواکم دیا رفته بیان هی میگفتم عزیزم چند ملی ما بیاییم و تو زندگی کنیم میخوام بیاییم دیا با هم زیر یه سقف میگفت نه انزم اصرار کردم و انکار کرد که من فکر کردم زیر سرش بلند شدم چرف با میزنی آقا مروتپور چرا میخندی؟ با میگم مگه فریب برسی که مثلا آدم بترسه ما چش آقا مروتپور نم کم یعنی سن و سالی ازش گذشته دیگه آره آخه خشک قربونت برم یه ذره کتاب بخون روزنامه مخونی اصلا تمام آیما معروف و مشهور دنیا همه ای ثروتمنده و قدرتمنده دقیقا همه شده ای سن ازدواج کردن دوباره دو گل تجدید فراش کرد بهشون نده ایشالله چی؟ میگم خدا فرصت بهشون نده ایشالله خدا ای عزیزم کجا نکار یه خدا که من مهم خدا با این مردا یه جور دیگه رفیق ترسیسم قربونه چه هوا میکنه صدا میزنه ماما ماما
ما ما ما. خب پک شیکونه کی وقتی کارت داره به کی بوه؟ ببخشید با اجازتون چی میگی؟ چی میگی؟ خب صدامو کنم قربونم و اعصابت برم من. چی دنبال من میای؟ بله شما کوچلبرت هم معلومه دیگه بنفش. بله بفرمایید. برای چی دنبال من میای؟ خدا شاهد اشتباه داریم فکر میکنه. من منظوری ندارم. آها اومدی موهاتون رو رنگ کنی. یه لحظه اجازه بدید من. راستش من می‌خواستم برام یه تلسم بسازید. برای گنج. میگم بهتون بله اجازه میدید من یه لحظه بیام تو. اجازه بفرمایید تو. برای گنج. شما هیچی هم من نمیدونی من میگم کی هستی؟ اینو بیاریم پایین کی هستی؟ من فریبرز هستم فریبرز چی؟ فریبرز چه باغ میشه فریبرز باغ میشه برای چی من تعقیب کردی؟ تعقیب خواستم برام تلس بخونی اگر اشتباه اومدم میرم کی من بهت معرفی کردی؟ بله؟ کی من بهت معرفی کردی؟ هیچی معرفی اتفاقی من دیدم شما اتفاقی اومدی دنبال من اتفاقی فهمیدی من از این کارا همینجوری علکی فرار تو رو خدا فراخ زن آقا فراخ نه ناموسیش نگو به خدا من زن من کی من بهت معرفی کرده کی معرفی کرده من هیچ کس معرفی هیچ کی منو بهت معرفی نکرده نه حاج آقا مروتپور مروتپور کیه؟ مروتپور نمیشستم همسایمونه همسایمونه شریفیه کسی نداشته کیه؟ رئیس جهاده رئیس جهاده رئیس جهاده درشی باید آدرس یه رمالو به تو بده از من از کجا میشنستم؟ نه نه نگفت که مثلا رمال گفت شما بلد این که مثلا فرخ نیاد تلسم آها نمیدونستم آوازم به گوش رئیس جهادم رسیده. نه نه اصلا ایشون مذهبی ان آواز گوش نمیدن. آواز نه آوازه. زنار که اصلا گوش نمیدن آوازه مال زن. آوازه آوازه نه آواز آوازه آوازه. رسیده بله گوش کردم. گوش میدم. پول داری؟ پول. بله. ولی الان حمام نیست. به خدا راست میگم. میارم. فردا بیام خانوم فرنگ میگم که میخونیم برام آواز نه تلسم تلسم فردا رژیم جنایتکار حاکم بر عراق در این حمله نوجوان مردمی علاوه بر شهدا و مجروحین 400 من آی مروتون نمیدونم اینا دارن چی کار میکنن بزنن نابودش کنن تموم شدیه دست دست میکنن نمیذارن یه عده خرابکاری میکنن کدوم بی شرفی نمیذاره ولش کن حالا این موقع شب بحث سیاسی نه نه خدایی اینه کیان نفوذیان دیگه نفوذیان همه جا هستن خیلی مواظبت کن میدونم منظورتون کیه خب حالا اسمش چیه اسم نفوذیه بودکلونی که زدی
مرد مگه اتکلون میزه؟ من اتکلون نزدم. اتکلون مردونه باید میزدی، مرد حسابی. چرا اتکلون زن رو زدی؟ خدای نکرده مگه تو ایوا خواهری؟ ایوا خواهر؟ من اصلا میگم اتکلون عطر اتکلون نزدم خودشه. حالا آی مروت پور یه سوال داشتم، شما به تلسم و اینا اعتقاد دارین دیگه، درسته؟ بله، تلسم جادو بوده. خب پس چرا این صدام بیشرف رو تلسم نمی کنم بمیره تموم شه این جنگ راحت شه؟ برای اینکه خدا به بعضی ها فرصت بیشتری میده. چرا باید به این بیشرف فرصت بده؟ برای اینکه بعضی آدم های دیگر امتحان کنه، ببینه کیا جلوش وامیستن، کیا کمکش میکنن. این فهمم، اصلا من از کار خدا سر در نیاوردم. تو از کار اون بند خدا سر در نمیاری، میخوای از کار خدا سر در بیاری. بند خدا کی یعنی منظورتونه؟ اسکندر. من نمیفهمم چی کار میکنه، نگهبان قلعه رفته جبهه. بله بله. هیچ کیو جاش نذاشته. الله اکبر. همش اطلاعیه. قربونه دجله دارم بعد برام میگم آقای مروتپور هستش؟ نه چیکارش داری؟ میخواستم بگم که این شعبه نفت رو اندازی کنیم، سهمیه نفت بگیریم برای محله. خب باشه بس پشت بعد میخوام کار را بندازم. پس خیالت راحت باشه. ای بی اوما خوشو حلال زاده تا اسمش میاریم بیاد. یعنی نمی اومد روزا نمی خیالت راحت. رو حرف من حرف نمیزنم، رو حواسم هست. میدونم دوست داره برام همین گفت. خیلی خدا شاهد این شک نداره. اصلا اسم شغل من را بنداز زود زود. خیالت راحت عزیز او با مدی اول به اون شام خوردی؟ نه شام نخوری. نه برات نام کردم. بیا تعارف کن. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام برادر. خوبی آقا مروتپور؟ سلامتی؟ خسته نباشی. اینجا بفهم منظر. تعارف کردم تشریف نمیارم. ما خیالم راحت. خیالت راحت. برو هر دفعه با اجازه. با اجازه. چطوری تو؟ خسته نباشی. سلام برسونم. سلام علیکم آقا. سلام علیکم. سلام. بفرمایید. ببخشید من. سلام برسه فرید. شب شما بخیر. سلام. شب شما بخیر. یه صحبتی بعد بکنم در مورد طلاق خانم بنده خدا. حالا بریم خسته ای باشه. یه قضیه سهمیه نفت حساب مینه. آقا مروتپور یه کاری کنه که اینو بریم اینجا رو بنازیم. قرارگاه بازرسی بزرگ دشمن در منطقه و سرکوب پیش ضد حمله نیروهای بعثی در مواضع جدید مستقر شدند. چه رخت و لباس تو عوض نمی کنی؟ الان عوض میکنم. قربون قدت برم من. چرا سرفه میکنی؟ هیچ. ها؟ همچوری. با چی شده؟ اتنا چیزی خاکی رفته تو گلو سرما خوردی؟ نه. ها؟ آدمی زاده دیگه. آه آدمی به قولی یارو گفتنی. این چیه؟ بنویسیم که میگم. چی بنویسم؟ ها؟ وصیت نامم. یعنی چی؟ چی داری میگی شما؟ وصیت نامه یعنی چی؟ دیگه سرفه هستی که سرفه میکنم دیگه. چه میدونم تو دل رودم چیه؟ سرفه میکنم آدم یه دکتر وصیت نامه مینویسه؟ خب دکترم برم حالا آزمایشم بدم. حالا فردا صبح یه بمب افتاد تو اینجا، من مردم، بیزن شدی. وصیت نامه که داشته باشه. بمب بیفته حتی که کل محل وتک بشه. کجایی؟ چه ربطی به شما داره؟ شما من حقی به گردن دارم یا ندارم؟ خب بیا مینویسم. بیا بفرست. این بازی امروز ماست. چی بازی؟ چی خب بازی؟ خب دارم می نویسم. بازی نیست که بنویس. بعد از من لباس سیاه و گریه وزاری نداشته باشید. بنویسید. این آخه چی میگی؟ یه تار موثره تو کم بشه. من قبلش مردم. کجای کاری؟ چه بوی میدهی؟ نه میگم چه بوی میدهی؟ چه زدی به خودت؟ عصد زدی؟ چه زدی به خودت؟
این دیگه آخرین تهمتیه که به من زدی. چیه؟ من پول دارم ارد کارتون بخرم برای خودم. بوی چی میدم؟ خیلی خوب ولش کن. این چی؟ نمیستم. نه نگاه کن فرد برزاز. بگو زود خودم کار دارم. بگو بنویسم. باشه بنویسم. دندان بنویس. حلوه من خیرات کن بین همسایه ها دندان بگه وزیر. خب زنده نباشم. حلوه چارفا چی میزنی؟ باشه تا صبح میشه نمینویسم. بگو بنویسم. چیزو سه تا چیزو میگم. نمی نویسی ولی قولشو بهم میدی. بالاخره من بنویسم. نه اینو نه اینو نمیز. یک قول بده که معروف نشی. قدرتمند نشی. یه دونه دیگه بود. پولدار نشی. سومی هم پولدار نشی. چی بشم؟ اصلا برای چی با به دنیا اومدم؟ یه همه چی؟ یه همه چی که میخوای بشی؟ بدبخ بشم، سکه یه پول بشم، همه که هستم که این ستا نشو، الان چی این حرفه چیه میذاری؟ مثلا پولدار بشه آدم چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ مثلا یکی پول پولدار بشی، قدرت داری، قدرت هم داشته باشی، معروف میشی. این حرفای تو نیست. یعنی چه سواددار شدی؟ من میرم بیرون معلوم میدی که آشقالایی این خونی هی من میام اینجا اصلا منو برمیده. میگم بدین عقل میخواد که من عقل دارم. من عقل نداشتم. یهو عقل داشت. نه من عقل. یهو عقل. عقل ندارم بیرم بیشتر گرسنه نیست. اون جان جا که فیدا کردم میبرم خیرات بابام میدم. مسخره کن. من مسخره کنم. وقتی افتادم مردم وقت میفهمی. وقت میفهمی فری بورس. بگو بنویسم. بگو بنویسم. ول کن. بنویس. انقدر هستم. بنویس بگو. بعد از مرگ زنم تا زمانی که نمیان بنویس. تا زمانی که پسرم کاوه ازدواج نکرد. زن نگرفت. بچه دار نشد. دخترها و پسرهایش عروس و داماد نشدن. هرگز. هرگز زن نخواهم گرفت. بنویس. منو میگی الان؟ آره. صد سالگی دیگه من برای چی باید عاشق بشم؟ اصلا عاشق بشم اصلا واسه کی واسه چی تو سن و سال؟ صد سالگی ده سالگی نداره اصلا حق نداره اصلا عاشق بشم بشم اصلا چی بشه؟ من نمیفهم تو چی میگی اصلا تو به من اعتماد داری اگر میگی به کفشت نیست اینو بنویس امضا کن خب بگو چی بگو چی بگو بنویس من بعد از تو هرگز زن نخواهم گرفت امضا کن انگوش بزن الان تو خیالت از من راحت نیست من اصلا غیر تو کسی رو میبینم آخه قربونت دارم 80 کیلو عشق فرباز از روزی که اومدیم اینجا آب خوشا گلوم پایین نرفت تا حالا هم مسلک شد آزاد زام بابا شد بدم جوره نیست با تو حرف بزنی جوره نیست دیگه چی دیگه میخوای بگی بله غذا تا گرفت کجا نیست چی گفتی زدی به خودت که من بوی غذا نمیفهمم رسوا شدم سوخت بله حالا اینم من مقصرم تو سرما خوردی گلونش های اونم من مقصرم جسارت میشه ببخشید روم هم نمیشه بگم من تازه استخدام شدم ولی بفرما میخواستم ازتون خواهش کنم اگر میشه حقوق منو پیش پیشکی بهم بدید چقدر شد مثلا حالا خیلی نه سه ماهش مثلا بهم بدید شوخی میکنی من جدی میگم بابا این وسیله های بغلشو مواظب باشینا الان که پول نیست ولی اگر زیاد نصف حقوق یه ماه تو میتونم بدم نصف حقوق یه ماه بله دست شما دارم من 100 تومن دارم میخوای تقدیم کنم نه نه کمه خیلی ممنون تقدیم کنم سلامت باشی خیلی ممنون پیگیرم برات اگر میشه بله نصف رو بهم بدی اینا آقا فری بس فری بله 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 چرا احمد تو هم بس نه چیزی نیست درست میشه چقدر میخوای چی چقدر میخوام پول پول دیگه 500 تومن نه یه 2000 تومن 2000 تومن بله بله چقدر؟ آخه کمه مزاحمت این که کمه که میتونیم بریم بانک برات بگیرم آخه زحمت میشه که این چه حرفی؟ پس بریم دیگه تا نوسته با برای چه کاری میخواد؟ یه چیزی خریدم پولشو نداد طلبکار دارم خیلی ایشالا ببین بیشترم خواستی رو من حساب کنه نه برادر این چه حرفی همینم شرمندم کردی یه چیزی میخواستم بگم این پول من برمیگردونم یه تو چقدر حقوق میگیری من 400 تومن نه از حقوق نه که جور میکنم بهتون بریم بانک نبنده بریم بله بفرم اسما رو فقط بنویسی روی همه کارتونا
بگیر اینو. چشم. دنبالم بیا. چشم. میگم اینجا که روشنه، چراغ برای چی دیگه؟ اینجا روشنه. بله بله. ولی درون تو خیلی تاریکه. آها این برای درون من. مواظبش خاموش نشه اون چراغ. چشم. اگه خاموش بشه چی میشه؟ خیلی عصبانی میشن. کیا؟ من چیزی نشیدم. مواظب باش. مواظب باش نشو نکن. چی رو؟ مواظب باش. نمی‌بینیشون واقعا؟ چی رو یعنی من؟ بودو بلند کن. بودو بلند کن. لیلی میشه. مواظب باش. چیزی نیست اینجا. چقدر این خونه بزرگه. مبارک صاحبش باشه. من که مستاجرم. شما تنها زندگی میکنید اینجا؟ نه با فرخ. آها آقا فرخ شوهرتونه درسته؟ به تو چه؟ نه میخوام بیان ببینیمشون که جن مثلا کیه آقا فرخ پس؟ جنه. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا میری؟ بیا این بر. بله بله چش چش به یه سوال دیگه بکن. شما آرایشگرید رمالید؟ هر دوتاش. هر دوتاش شد بله شدم. پول خودت میگی یا من میگم؟ بله شما بگین. من ذهنم خیلی خسته از خودت بگم. راستش من یک گنج پیدا کردم، میخواستم شما زحمت بکشین تلسمش کنید. گنج چیه؟ گنج اشیای قیمتی است که از زیر زمین خارج میکن. گنجت، گنج خودت چی؟ گنج خودم سکه است. طلا یا نقره؟ نقره است. طلاست. طلاست. حواسم نبود. چقدره؟ نشمردم راستش. مثلا به قاعده بگین نمیبینین اینقدر مثلا دیگه چند میتونه خیلیه. نشمردم. من باید همه چی رو بدونم. الان کجاست؟ مسخره کردی منو؟ نه به خدا مسخره نمی کنم. به جان بچم دست عراقی هست. مفصل داستانش. خب من تا وقتی یه دونه از اون سکه ها نشه باشم نمیتونم تلس کنم. من خاک برسر یه دونه شم جدا نزاشتم. من چیه زنم هم یه دونه شم نزاشته که الان من بتونم بدم به شما. متاسفم. کاری نمیتونم برد بکنم. تو رو خدا اینو نگید. تلس بود. شاید بتونم یه تلسم موقت بکنم. چرا موقت؟ بیا با من. خانم
استرس نمیخوام اصلا. دارن میان. کی داره میاد؟ پس من برم. نه مگه نمیخواستی برای گنج تلس بذارن؟ بله باید باشم حتما. اومدن. کیه؟ جنابه. چی جنابه؟ موکل. خدا چشتو دیگه ببند. چش سلام با تو نیستم. بسم الله. میرن بله بله. آها میگن که باید براشون پول بیاری. بله. تا بتونن برا تلس بذارن. پول که آوردم بهشون. نه اون چشات ببن اون که دستمزد منه، دستمزد اینا فرق میکنه. آها جداست. بله. چقدر بپرسی من مدلتم فقط سودم بکن. چقدر؟ یه تلس مو چیزه. آها میگن هر چقدر پول و طلای بیشتری بیاری تلسم محکمتری برای تو میذاره. بگی رو چشم. خیلی خوب دارن؟ دارن میرن. میتونی چشاتو با کنی؟ نه من تو مطمئن نشم. نه باز کن دیگه. اصلا تا اصلا تسران نکنی. رفتن. آره باز کن دیگه. رفتن دیگه. خدافزی کرد میرفتن. عجب لحظات سختی بود. دیدمش. قد بلند، موهای بلند، سوم داشت بیشرف. از تو عجیبی که تو کار زیرخاکی نه و از این چیزا بترسی. من نترسیدم که، من نگران شما بودم یه وقت برای سر شما نگره. پس اینو با من کاری ندارم، با من رفیقم. خب خیالم راحت شد. چه اخلاقایی دارن. چقدر میدیم؟ بله؟ پول چقدر میدیم؟ آم پول راستش الان که من پول ندارم، ولی یه ماه دیگه حقوق میگیرم میدم. خب الان تو جیبت نداری؟ تو خونه طلا جواهر نداری؟ طلا که برای مرد حرامه که. هرچی طلا جواهر هست برای عیاله که. خب اونم که یعنی بهش بگم؟ من نمیدونم، نه بابا بدون پول تلس نمی کنن. خودت میدونی. به نظرم حقوقتو گرفتی برگرد. حقوقمو که یه ماه دیگه میگیرم. تا اون موقع میترسم بیفته دست صدام بی شرف. من نمیدونم، خودت میدونی. اینو به هر حال تو به اینا قول دادی. از آدما بدترن. قول دادم پس من برم یه خاکی تو سرم بریزم. مطمئنی هیچ راهی نداره. مثلا بهشون بگه آشناس کارو راون. یه سوال بپرسم. ببخشید میشه دفعه بعد که من اومدم دیگه این همه ریخت و پاش نکنید، شمع برای من روشن کنید و اینا، همین پرده رو بکشید. اسم چی بود؟ خب اگه میخواین همه شمع روشن کنید پرده رو بلش کنید. فریبرز. فریبرز. باب میشه. بله هم پیش ندار که پرده رو بکشین. نه اسم تو میگم. خودم وقتی بهشون سوک وارد میشه یه ها وزشون از دست میدن. آدرس خونشون یادشون میره، همه چی یادشون میره. چند تا بچه داری؟ یه بچه دارم، کاوه، پسر غلام شماست. امیدوارم مثل تو بار نیاد، شجاع باشه. کجا این؟ من بعد منو شناختین. من این فیلمم بود. من تو جنگ جلوی تانک وای میستادم. بپرسین اینو من به خاطر شما. اصلا این دفعه به احترام شما من نزدمش. دفعه بعد میگم گیسشو میگیرم دور خونه میچن. علکی گفتم. اصلا زیر میزنم من بعضی وقتا. بفهم پس هم بهش میگی میارم پولم میارم. بفهم میشنوم. بفهم.
الله بله کادوب. با کی کار دارین؟ شما بگه پلک کادوب دیستی؟ کی؟ پلک فرنگ. بله فرنگ. بله. اسم من از کجا میدونی؟ خب دیگه میشناسم شما رو؟ بله یه کاری داشته با تو. بفرمی. نه دیگه ایده که دبیته اگه داده بده با بیاب داخل. چی؟ اگه داده بده با بیاب داخل. تو که نمیتونی بیاینجا آرشگاه زنانه است. شما با این ریخ که نمیتونی بیای تو که دادم خواهدم خواهش تو کنم باید یه تلدت بخواب. چی میخوای؟ یه تلدت بخواب. تلس؟ بله بله. برای چی میخوای؟ وچگل دارم خواهش تو کنم. برو بعدم بیا. نه خواهش تو کنم خواهد باید اتلال دارم. نه الان نمیتونم فردا خواهد یه خواهد میکنم. بیا سر تو. چاهه به بحشت خانم تو بابا اگه نگفتی ایده آرایشگاه ددوده هست ایده از در و دیواره که داره بعد بیاد بیرون که به شما چه ربطی داره؟ نه خب آخه شما به من گیر دادی گفت علایی آقا کیه؟ داداشمه بدبخته پس اون آقایی که از در رفت بیرون اون کی بود؟ زاخسی اینجا رو چوب میزنین؟ نه من ببینید راستتو بخوای بعد با اون آقا یه خورده اعتابی دادم چی؟ خورده هت آب خورده هتا خب خب آره میخوام بدونم با تو دیده تکا بکرد من نفتم اسرار مشتریمو به شما بگم آفری ترافت کاری دارید تو با شما میتونید اطرار بدم همینجور خوب نگه دارید پیش خودتون.